الو 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 منزل آقای ستونزاده؟ بله بفرمایید. الو سلام عرض میکنم خانم. سلام علیکم جناب آقای. من اسد هستم. کدوم اسد؟ اسد خمارلو. به تبریک عرض میکنم. تبریک برای چی؟ برای عرضی که به خمارلو. بله خیلی یک دنیا ممنونم. به خوبی و خوشی به سلامتی شده که عاقبت بخیر. آقای ستونزاده به پای هم پیر شی. منزل تشبیده هم؟ نخه نیستن رفتن اینجا نیستم. رفتی خونه عروس خانوم. صبح زود پاشستم. الو از صبح تش بردم اینجا. بله نشونی که داری؟ بله نشونی دارم. بله بله بله. الو بوشون. الو بله اومدم مادر. ببخشید چشم. بله بله حتما خدمت میرسم. خداحافظ شما. مرحمت شما زیاد. بله با خوبی و خوشی و شادمانی سپری بشه. بله دیگه الان سرکله خواهر دینا پیدا میشه. بودو رخت را از دوبند جمع کن بریزیم تو بیاریم. بودو پسر بار کرد. آقا اگه زحمتتون نیست یکم خرید بریم. بدین مفته گرد جان فشانم خطاست. اتواد زرف تو اما رواست. بگو یال و کوپال و گرزم کجاست. خوش دراش بسونم. چه بفرمایید چیزا که میخوام بخری بنویس. نری چیز دیگه بخری بیایی در بدر را دید. اختیار خواهش میکنم. یه خورده میوه میخوام. چی؟ سیب، پرتقال، نارنگی. سیبش درشت باشه. حتما. یک کیلو سیب زمینی بگیر. یک کیلو گوجه فرنگی. سبزی خوردن هم میخوای. تروب قرمز داشته باشه. آه از این بغلی نره بگیر یا. دیروز باش دعوام شده. برو از بغل خستابی بخر. تازه وا کرده بهتره. دیگه کاری ندارم نه زودم برگردینا. یعنی بله اطاعت میشه. خمارلو بله اگه کدو حلوایی هم دیدی یه دونه بگیر. میخوام برای عاطفه کدو عدس درست کنم. حواظ کدو عدس کرده. حالا یه جایی سبزی و سیفی بار این زنبیل فلک زده میشه. این از رسم سرای درشت گهی پشت زین و گهی زین به پشت. کجا میری آقا جون؟ میرم برای لشکر افراسیاب خرید کنم. شما نرو من خودم میرم. نه حوصله‌ام سر رفته. بعدم نمیاد یه قدمی هم بزنم. میگم آقا جون من میخواست بچه تو دیشب تالا چته؟ چی میخوای بگی جرأت نمی کنی ها؟ حالی که پرسیدین میگم. بگو. دیروز بعد از ظهر این آقای ستونزاده تلفن زده به یه جایی که امروز ما بریم خواستگاری. خواستگاری؟ برای کی؟ برای من. برای شما؟
چی گفتم نکن مرد، تلفن نزن، به خرجش نرفت که نرفت. امروز زنگ زدم که قراره به هم بزنم، خونه نبود. خانمش گفت از صبح رفته اونجا. کجا؟ چه میدونم، همونجا خونه دختر. حالا امروز بعد از اون منتظر ما هستن. خلاص همینجوری گذاشت گردنم. به به، جنگ امروزمون خوب جور شد که امروز عصر به سلامتی قرار تشریف ببرید خواستگاری بدون اطلاع مادرت. همانا که از جان تو سیر آمدی که در جنگ شیران دلیر آمدی. آخه بابا چجوری میخوای بهش بگی ها؟ خودمم از دیشب تا حالا تو همین موندم. آخه چجوری میخوای راضیش کنی که با شما بیان ایشون خواستگاری، اونم با آقای ستون زاده؟ چی گفتم نکن مرد، تلفن نزن، گوش نکرد و من اینجوری در مقابل عمل انجام شده قرار داد. بی خبر از این که مادرتو نمیشه در مقابل عمل انجام شده قرار داد. آقا جون تو رو خدا یه فکری بکنی. چه فکری؟ یعنی هیچی به فکرتون نمیرسه؟ شاید عاطفه بتونه کاری بکنه. بله، بالاخره هرچی باشه اونم دختر همین مادر دیگه، زبونشو بهتر میفهمه. اگر کسی بتونه کاری بکنه همون عاطفه است و بس. بفرما، عرض نکردم حالا ازاده بودم. نمیدونم چی کاره است؟ نمیدونم چند سالشه؟ نمیدونم چه ریختیه؟ نمیدونم. داداش تو که هیچی نمیدونی. فقط میدونم که رودری خیلی خوب میدوزه. رودری؟ همینا که میرن تو کلاس یاد میگیرن چیه؟ نکنه منظورت برود رودوزیه؟ آره همون. آتی فران موقع خندیدنه. تو رو خدا یه فکری با حال امروز بکن. خیلی چی کار بکنم؟ تنها راهش اینه که من بدبخت بگم من این دختره رو دیدم و پسندیدم، امروزم قرار گذاشتم بریم دیدنش. آهای بچه ها، چی بیدی دوتای خواهر برو در دل دادی گلده گرفتی؟ اومدی ماما، اومدی از دست. Thank you.
برای امروز قرار گذاشتم. چه اشکالی داره؟ نمیدونم این دختره چطور یه شبه از زمین سبز شد. دیروز که بهم زنگ زدی چیزی نگفتی؟ خب من فکر کردم امروز میام بهتون میگم دیگه. مامان جون من امروز دست به اونا قول دادم که حتما بریم. اگه نریم خیلی بد میشه، آبرون میره. آخه این کدوم دوستته که من نمیشناسمش؟ بابا جان دوسته دوستمه دیگه. نه نیاری ضرری که نداره. آدم یه نظر میبینه، اگه خوب بود که چه بهتر، اگرم نه که هیچی. دختره چی کار است؟ فکر میکنم که کارمن باشه. هیچی دیگه، لابد بچم باید کار خونم بکنه. یعنی درست نمیدونم، شاید خونه دار باشه. بله دیگه، لابد بچم باید از صبح تا شب رو پا واسه سر مردم هزار تراش کنه پول گیر بیاره. که چه خبره؟ خانومش خانه داره. مامان جون حالا شما امروز اسب بیا بریم، اگه خوشتون نیمد میگیم نه. آخه دختر من عزیزم، اول آدم باید یکی رو ببینه، نشون بکنه، بپسنده، بعد بره خواستگاری. حالا قبول کنی. آخ نمیدونم والا، میترسم این یه بچه‌م هم مثل اون یکی از دستم بگیرن. پس قبول کردیم. باشه، حالا که خیلی اصرار میکنی میریم، ولی این دفعه اول آخرت باشه که بدون مشورت کردن با من قرار میذاری. یا حواست جمع باشه. برم مامان جون. بابا جون قضی چی میشته دو گرمی سبزی؟ گرمی سبزی باری کل دخترم دوستش گرمی سبزی. اره خودت چی بابا جون؟ خودت دوست داری؟ به به شیبا یه لقا عرصه که تو بده به من. کجا برد عروسک رو؟ نخور این زمین. دست شما درد نکنه. نوش جا. من سر در نیاوردم این دختره چه دوستی با تو داره که هنو اسمشو نمیدونی، اما امروز داریم میرم خواستگاری. گفتم که آقا جون دوست دوستمه. خب حالا تو هم بچه‌م به دوستش قولی داده، حالا نمیتونیم که نریم. شما هم اینقدر آیه یست نخون. چشم کدوم دوست داده؟ تو نمیشناسیش، تازه باشتست شده. تیم فلک به سر وای وای شده اینهو تابلوی عاقبت نسیه فروشی. خوشت من، حالا هوای منو داشته باش. آقا جون بازم که سیگار میکشی؟ مگه دکتر نگفت براتون ضرر یه دونه بعد از نهار؟ آه الان میادم. بازم باش آقا اومد بازه یه خونه مادر بزرگه رو نشون میده. بوی چیه؟ باز بوی سیگاره. خمارلو چی کار داری میکنی؟ من هیچی. باز سیگار روشن کردی؟ نه. پس چرا از کلت داره دود بلند میشه؟ از دست این اصلا. حالا یه دقیقه تشریف بیارین اینجا با شما کار دارم. بله دستتو ببینم. بفرم. اون یکی اینم بچرخ. از اون طرف خاموشش کن. یه دونه بعد از نهار. خب یه دونه که بعد از صبحونه کشته بودی. تا سیگارتو تو توالت پیدا کردم. همش میشه دو تا. تا شبم میشه پنج تا. مگه دکتر نگفت برات سمه؟ چرا؟ خب نکشی وامون درو. چشم، حالا هم یکی میکشم دیگه نمیکشم. اصلا به من مربوط نیست، هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. مادر برای خودتون میگه آقا جون. بله برای تو خوب نیست، به جای سیگار کشیدن پیاده روی کنید، بدوید، نفس بکشید. بنده به اندازه کافی صبح تا شب میدوام آقا، از این دکون با اون دکون، از این صف به اون صف. نه آقا جون دویدن توی خیابون فایده نداره که، هوا آلوده است. برید پارک، برید کوه، اصلا یوگا کنید. چیکار کنم آقا؟ یوگا منظورش ورزش هندیه. آه زهی نخر آقا،
همین ورزش فارسی خودمون برای من بهتره. شما نمیدونید این یوگا چه معجزه‌ای میکنه آقا جون. به آدم تمرکز میده، داروی همه بیماری هاست. وای باز شروع کرد. یعنی چی؟ بذار حرفشونه بزنن. نمیذاره که خانم. اگه یه دفعه دیگه نسبت به شوهرت بی احترامی بکنی من میدونم تو. چش. خدا شانس بده. دست درد نکنه. پسر پاک حواسش پرت شده. خب گوشاتون رو واکنیم ببینین چی میگم. اسد تو هم حواست رو جمع کن. وقتی رفتیم اونجا گوشت با منه یا نه؟ وقتی رفتیم اونجا همه تون حواستون به من باشه. اگه دختره رو پسندیدم شیرینی میخورم، اگه نپسندیدم لب به شیرینی نمیزنم. فهمیدی؟ بله بله فهمیدیم. اما یه چیزی نفهمیدیم، اگه اسد خوشش اومد و شما خوشت نیومد چی؟ اگه من خوشم بیاد اسدم خوشش میاد. بله بله متوجه شدیم کاملا. اگه برای یوسفم هم حواسمو جمع کرده بودم حالا اینطور نمیشه. ای بابا باز فیلیش یاد این دستون کرد. ناراحت نشو مادر، من اصلا خیال ازدواج کردن ندارم. اگرم داشته باشم باید مطابق میل شما باشه. بهتون قول میدم. حالا گریه نکن، بیا عشق دو بکن. قرارمون یادتون باشه، اگه من شیرینی رو خوردم یعنی دختره رو پسندیدم، اگه نخوردم نپسندیدم. بله یادمونه. چش. سلام علیکم. سلام. السلام علیکم خمالو جان خودم. پارسال دوست امسال آشنا. قربانشون. نفهمیدم ایشون کی باشن؟ آقا شوشی چه پشنه بودن؟ خانوادا، آقازادا، همه که خوبن؟ خانواردار شو که به هم میکن به خرابر نورو کلیم گرمون قدم تو خیلی خیلی خوش آمده مجرب برمیشن. خانم برگردم یاد داریم میبرم با نظر خواهش میکنم. شما هم لطف کردین. بله همونطور که واسط گفتم غزنوی جان، این آقای خمارلو که بنده سالهای سال افتخار آشنایی با ایشونو دارم از مردان نیک روزگار. خواهش میکنم. ادیب وارسته، اهل کتاب، اهل دل، اهل قلم، خلاصه هرچی از محاسن ایشون بگم بازم کنم. بنده از آشنایی با ایشان بسیار مشهورم. خواهش میکنم. شرمنده میسازین قربان. بفرمید. خانم والده اسد آقا که ایشون باشن دیگه احتیاج به تعریف ندارم. خانم خانم ها، چتبانو، مدیر و مدبر، مادری فرد. جنابالی رو به جا نمیارم. بنده رو به جا نمیارین؟ اختیار دارین خانم. کوچیکتون ستون زاده. بنده سالهای ساله که از دور خدمتون ارادت دارم. امروز هم سعادتی شد که از نزدیک خدمتون باشم. آها، که این تو
یه مسئله معروف ستون جان که میگه کوه به کوه نمیرسه، اما آدم به آدم چی میشه؟ میرسه. بگذاریم. و اما این آقای اسد، آقای خود ما که دیگه از خوبی لنگه نداره. خوبی از خودتون. توی محل تمام کسبه رو سرش قسم میخوره. محبت درست کار اصل اسد دار چشم بودنی ها. حیف هم اومد جوونه به خوبی با خوب خیش نشه. حیف هم اومد. ماشالله ماشالله ماهی. پس شما با آقای غزنوی نسبت داریم؟ بله که داریم. عرض کنم به حضورتون خانم، بنده یه باشناقی دارم به نام غلام سخان دینبلی. ایشون یعنی خانم جناب غزنوی که میشن مادر عروس خانم، میشن همشیره همین غلام سخان دینبلی. که چی میشن؟ میشن باشناق بنده. ملتفت که شدیم؟ بله ملتفت شدم. عاطفه خانم. بله. شما میدونستی که دوست دوستت فامیل آقای ستونزاده است؟ ایوانه چه جالب. خیلی جالب شد. چطور دوست دوست عاطفه خانم با من فامیله؟ ستون جان چرا خانم تشنهی بردن؟ یک کمی کسالت داشتن. خب یک کم کسالت که این روزا همه داریم. ببخشید من درست نفهمیدم خانم چی گفتن. دوست دوست عاطفه خانم کیه من میشن؟ هیچی بابا، دختر جناب آقای غزنوی با دوست عاطفه ما دوستن. جدی میفرمایین؟ من شوخی هم داشتیم. حالا چرا اینقدر چسبیدی به این موضوع؟ بریم سر اصل مطلب. به من بگو ببینم حالت چطوره. نه به جان خمار رو، برام خیلی جالبه. پس عاطفه خانم و عروس خانم دوستن؟ دوست که نه آقای ستون زاده، ایشون دوست یکی از دوستای منه. همین. خودش هم میدونه؟ بله، یعنی گمونم بدونه. بابا جان از کجا بدونه ایشون؟ حالا من نمیفهمم شما از کجا میدونی که ایشون میدونه یا نمیدونه؟ بنده اصلا چه فرقی میکنه که ایشون بدونن یا ندونن؟ خواهش میکنم. ناراحت نشو اسد جان، عروس خانم که چای رو آوردن ازشون میپرسین. بله از قدیم گفتن پرسیدن که عیب نیست، ندانستن عیبه. درست. خب از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. جناب غزنوی حال مبارکتون که خوبه انشالله. از محبت شما سلامت. خواهش میکنم. قربان دوستان که نمیذارن ما یه حال احوالی از شما بپرسیم. آقا به 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 چی منظره دلانگیزی ایجاد کردین شما اینجا. بله این پانسیون طرح و نقشش رو خودم دادم. عجب. آقا برای همینه که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس. متشکرم. دو تا مرغ عشق کم داره اسد جان. نه بابا اونا اینا هاش. آه بابا شیرینی هم دیگه اومد. منم بشقابا رو بفرمایید دهنتون شیرین کنید. الان چای میارن خدمتتون. خیلی ممنون. من شیرینی نمیخورم. ایوا چرا؟ میل ندارم. ایوا ماما هنوز که چای نیوردن. خانم بفرمایید زودتر چای بیارن. چشم آقا. الان نمیارن خدمتتون. تازه دم کردم. خیلی ممنون. زحمت نکشید. من چایی هم بی قند میخورم. اصلا لب به شیرینی نمیزنم. خدای نکرده قندتون بالا. نه خیلی. بله. من قند دارم؟ نه منظورم اینه که چون که به خاطر سن و سالشون مجبورن پرهیز بکنن بهتره نخورن. عوضش من میخورم. به به از این فوکولی هم هست که من دوست دارم. خیلی ممنون. متشکرم. تو آمریکا به قند میگن سم سفید. واقعا قند بلاست. بلا؟ بله ممکنه که قند برای سلامتی بنده و جناب عالی یا خانم بد باشه. من دوتا بد. نوش جانتون، اما برای جوونا به نظر من خیلی لازمه. خانم دستون درد نکنه. برای جوونا. بله برای جوونا. بخو اسد جان. بخو خاطر جان نوش جان. پس برای جوونا لازمه. بله. بزنی پشتشو. بله.
خرید تو گلوش؟ ببخشید. مرازم آهیزم آقا دیگه حسابی مثل اینکه سرکلش پیدا شد. بله امروز یک دو درجه سردتر از دیروز بود. نه خیر، اتفاقا امروز گرمتر از دیروز بود. ولی به نظر من امروز یک دو درجه سردتر از دیروز بود. با دیروز سفری نکرده بود. بفهمی نفهمی یک کمی بدر بود، مگه نه اسد جان؟ چی؟ هوا؟ بله مثل دیروز بودیم، نه سرد بود نه گرم بود. آها نه سرد و نه گرم و همیشه با حال لابود. به گمونم دو سه درجه توفیر داشت. همه کارگرای من کلافه شده بودن. جسارتا سوال میکنم جناب آقای قزنوی، شغل شریف جناب علی چیه قربان؟ والا شغل شریف بنده فانتزیه آقا. فانتزی پزی. ها به به، پس جناب علی نامبا تشریف داریم. بسیار عالی آقا. جناب قزنوی خودشون اصلا کار نمی کنن. یعنی اطلاعی از پخت و پز نون ندارن. ایشون صاحب چند دستگاه فانتزی پزیه. عجب، پس حرفه ایشون مالکیت نوایه. مالکیت. به سلامتی ستون زاده جان، یه فانتزی دارم شمال شهر افتتاح می کنم. ماشاءالله. مبارکی. من تو عمرم زیاد کار نکردم. اصلش اهل کار نیستم. آدم هر روز نمیتونه از صبح تا شب بره بخاطر یه لقمه نون. حاجی دوست داره راست راست را بره و دم با دقیقه اسکلات بپاره تو جیفش. آفرین به ایشون میگم مرد. آقا کی گفته برو کار میکن مگو چیز کار؟ آخو مرلو من میگم آدم باید هی پیشرفت کنه، هی پیشرفت کنه. شما درست میفرمایید جناب. اجازه بفرمایید بنده نظرم این است که تمام نونوایی ها تنورشون رو باید اتوماتیک کنن. چیکار کنه قربان؟ اتوماتیکی. آه اتوماتیکی. خب حالا دیگه وقتشه که بفرمایید عروس خانم چای رو بیارن. دهنمون خوش شد. حالا چه وقت چای خوردنه آقای ستونزاده؟ داشتیم از فرمایشات ایشون استفاده میکردیم. بله میفرمودین آقای غزنوی. بله داشتم عرض میکردم، من خیال دارم همه نونوایی هامو فانتزی پزی هامو اتوماتیک کنم. وقتی یه چنین وسایلی هست آدم باید بهترین استفاده رو بکنه و منت شاکر رو، نونگیر رو، خمیرگیر رو، شکرریز رو نداشته. درسته قربان، هر که نان از عمل خیز کرد منت از حاتم تایی نبرد. قربون دهنتون. وقتی یه چنین وسایل برقی وجود داره آدم دیگه چرا منت این و اون رو بکشه؟ ما یه شاگردی داریم که این دائم موی دماغ ماست. برای صحبت در مورد کسب و کار وقت بسیاره، انشالله سر فرصت. چه شبهایی رو باید بگیریم بشه تا صبح گپ بزنیم. خب حالا بهتره که بریم سر ابرخه. بفرمایید چای رو عروس خانم زودتر بیارن. بله حتما. خانم غلام رضا. غلام رضا. بله آقا جون. بپر بگو چای بیارم. چشم آقا جون. این چه صدایی بود؟ قضا بلا بود. نه خیر غلام رضا بود. مهم نیست خانم، اصلا مهم نیست. قضا برا بود که الحمدلله برطرف شد. خیلی ببخشید غلام رضا بود. الان چای میارن خدمتون. ایوا چه میوه میلی میکنی؟ بفرمایید بفرمایید گلوی تازه کنید. بفرمایید. خیلی ممنون. بنده دستم. بفرمایید خانم میوه میل کنید. گرمتونه پنجره رو وا کنم. نه خانم خوبه. میخواین بخاری روشن کنم؟ آفتاب که میره هوا سردتر میشه. بله فردا دوباره که آفتاب در میاد روز از نو روزی از نو. تو فردا برایت بلند آفتاب، منو گرز و میدان و افراسیاب. عرض کنم که شما میدونین که این بیت باعث شد که سلطان محمود به یاد فردوسی بیفته و 40 بار طلایی رو که بهش قول داده بود براش بفرسته. عجب. بله اما حیف، حیف که وقتی داشتن 40 بار طلا رو وارد دروازه شهر طوس میکردن، تابوت فردوسی رو داشتن از دروازه دیگه شهر بیرون میبردن. آقا خدا رحمتش کنه، خدا رفتگان همه رو بیامرزه. آقا جانم، فردوسی 40 تا بار نقرم زیادش بود. مگه تو المپیک اول شده بود که میخواست طلا بگیره؟ اختیار دارین آقا، اختیار دارین. فردوسی رو اگر 40 تن طلام بهش میدادن باز حقش ادا نکرده بودن. فردوسی آقا دندونش گرد بود، دبه در آورد.
اولش نقره ته کرده بود، بعد ادعای طلاق کرد. این حرفو نزنین آقا، زشته، واقعا زشته. فردوسی اهل کسب ثروت و مال دنیا نبوده که. بنده آقا رو حساب اصل فامیلم و شبر نومچم رو سلطان محمود تحقیقات های زیادی کردن. سلطان محمود اطرافیاش بد بودن، وگرنه خودش با این شاعرا میونه داشت. در عهد اون همه شاعرا واسشون سکه سکه بود. حتی من خودم کفش کردم که یه شاعری تو دربارش بوده که آفتاب لگنش طلای 18 عیار بوده. نه آقا، سلطان محمود همه شاعرا رو دوست داشته. بله، منتها اونایی رو دوست داشت که مجیزشو میگفتن، مدح و ثناشو میکردن، مثل مگس دور شیرینی. نه داداش، اشتباه میکنی. اصلا فردوسی آدم ناراحتی بوده، وگرنه سلطان محمود همه یعنی چه آقا؟ شما دارین فردوسی رو در برابر یه دزد سر گردنه محکوم میکنید؟ آقایون، دعوای سلطان محمود غزنوی و فردوسی طوسی چه ربطی به خواستگاری داره؟ چایی چطور شد؟ چطور ربطی نداره؟ من میخوام بدونم اگه فردوسی مرد خوبی نبوده پس چی خمالو از صبح تا شب میخونه در گوش من؟ ماما ول کنی شما، ملان که وقتی این حرف کنی الحق فردوسی چه خوش گفت در حجنامه که علیه محمود سرود، همانا که شه نانوازاده است بهای کفی نان به ما داده است. اولندش که بنده نانوازاده نیستم، بلکه صاحب چندین دستگاه فانتزی پزیم. آقا من سلطان محمودو گفتم، با شما چیکار دارم قربون؟ مثلی که شما فراموش کردید که فامیل ما هم غزنویه. خب باشه، مگه خدای نکرده سلطان محمود پسر عموی تنی شماست که بهتون بر میخوره؟ مگه اسم فامیل بنده که خمارلوه باید از هرچی تریاکیه دفاع کنم؟ نه خیر، چنین چیزی نیست. تمام نامباها، نامپزا، بولکی پزا، فانتزی پزا رو تخم چشم مام جا دارن. اما سلطان محمود آقا آدم درستی نبوده. برو پدر جون، تو اصلا تو خط تاریخ ماریخ نیستی. من رو سلطان محمود تحقیقات‌های مفصلی کردم. اون مرد جنگجو و شجاعی بوده. اون موقع با اون همه فتوحات کلی ارز وارد مملکت کرده. فردوسی چه گل به گوشه کمال من تو زده؟ میخوام 70 سال سیاه ارز وارد مملکت نکنه. با صلوات بفرستین. چره بی جهت خون خودتون رو کثیف می‌کنین. آقای خمالو بفرمایید بشینید. بفرمایید بشینید. چه بحثی آقا جون؟ خب هر کس در هر مورد یه عقیده‌ای داره دیگه. بله. ناسلامتی برای خواستگاری اومدی. باید گل بگیم، گل بشنویم، بگیم، بخندیم، شیرینی بخوریم، میوه بخوریم. خب آنو جان دهنتو باز کن. دهنتو باز کن. بذار دهن شیرین شه. باز کن دهنتو. تموم شد. شما هم دستور بفرمایید چای رو زودتر بیارن. زبونمون چسبید به سقمون. تعجبم چطور ممکنه آدم فردوسی مرد به این نازنینی رو ول کنه، از شاه عباس دفاع کنه. خانم شما هم از کجا شاه عباس پیدا کردی وسط معرکه سلطان محمود؟ حالا هر کی. خانم سلطان محمود یه پادشاه بوده، فردوسی یه شاعر شندرپندری. شما فقط یه بیت، یه بیت از اشعار فردوسی رو با چشمات دیدی که به خودت اجازه میدی اینطور بهش توهین کنی؟ ای بابا خانم خمارلو، بیکاری باز اینا رو آتیشی میکنی؟ من بیکارم یا شما که خودتون رو خود آتیشی میکنی؟ بنده؟ بله، شوهر من آقا شعرشناسه، اصلا خودش یه پا شاعره، اخلاقش دست من هست، نمیتونه بشینه یه گوشی به فردوسی توهین کنن صداش در نیاد. برفت حشمت محمود و در زمانه نمان، جز این فسانه که نشنه قدر فردوسی. باز داره توهین میکنه. آقایون، آقایون خونسرد باشید. ناسلامتی مجلس، مجلس خواستگاریه. آخه ایشون هی چپ و راست میره به غزنویان بعد میرا میگه چجوری خونسرد باشم؟ حالا خوبه که سلسله غزنویان تو این مملکت کاری نبودن. اگه اسم فامیل جناب عالی هخامنشیان بود میخواستی چیکار کنی؟ آقای خمارلو دورت بگردم، تصدق دارم، مثل که فراموش کردیم ما برای امر خیر اومدیم اینجا. بنده امروز اصلا آمادگی صحبت عقد و عروسی و این مسائل رو ندارم. آقا خانم خواهش میکنم بفرمایید. حالا کی به شما دختر میده؟ نمیخواد بدید سلام میکنم. عاطفه خانم دستم به دامنه، شما یه کاری بکن، آبروریزی شد. تا شما باشی خودتون نخود در آشی نکنین آقای ستون زاده. من فقط میخواستم برای اسد آقا یه قدم برداشته باشم، فقط همین.
هنوز قدم مادرش نشکسته که هر دست پا شکسته واسه زن پیدا کنه. بلنش عاطفه اصد. میبخشی من متاسفم واقعا متاسفم. عاطفه خانم خوش هم باشه. شما هم بله مامان جون حالا سواشین بعدا تو ماشین براتون توضیح لازم نکرده توضیح بدی. اسد خان شما اگه زن میخوای چرا به خودم نمیگی؟ چرا میری دست به دامن غریبه ها میشی که اینجور آبرو ریزی بشه؟ من مردم؟ والا بلا من اصلا خیال زن گرفتن نداشتم. این ستون زده بنده خود از روی خیرخواهی منو در مقابل یه عمل انجام شده قرار داد. حالا با این آبروریزی اصلا نمیدونم چجوری تو روش نگاه کنم. بابا زشته. سوارشو بعدا صحبت میکنیم.